امروز با تماشای نمایش نه اینکه بینندگانی عادی بلکه خود هنرمندان با گل و گلدسته آمدند. جشن واقعی تئاتر فستیوال آزمون جمهوری تئاترهای کسبی پرستو 2023 از سراسر تاجیکستان آنهایی را که روی صحنه نقش می‌آفرند و آنهایی را که برای تئاتر موسیقی و آهنگ و نمایشنامه تهیه می‌کنند و نفرانی را که در آماده‌کنی شکل و آرا دادن سر و لباس صحنوی حصه‌گذاری دارند به هم آورد. به همین شکل چند سال می‌شود که پرستو وسیله تهیه اثرهای نو صحنوی، رشد دراماتورگی ملی، انکشاف مکتب رژیسورا و کشف چهره‌های کلان نو گردیده و یک شیوه سبقت هم میان تئاترهای کسبی شده است. زیرا علی تئاترهای کشور با مسئولیت بیشتر برای اشتراک در پرستو آمادگی دیده و برای دریافت بهای حرفه‌ای میان هم رقابت می‌نمایند. این پرستو رقابت است، رقابت های ایجادی است، رقابتی که الکی میدونه مثلا تئاتر بختر نمایشنامه زول و رودابه آورده است، یعنی قدر موضوعی با قوت دارد. تئاتر جوانان اشتباه نمایشی که خیلی با قوت است. تئاتر مایاکوفسکی ماستر و مارگاریتا، یعنی نمایشی هست که بین خود رقابت میکنند و فکر میکنم که باید که جشنواره شود که در سطح عالی باشد. پرستو در دو سال یک مراتبه میان تئاترهای کسبی برگزار می‌گردد و برای دریافت جایزه های فستیوال آزمون این سال رقابت جدی تر است، زیرا 98 نمایشنامه نو در سراسر جمهوری آماده شده است که از این میان بهترین آنها روی صحنه امسال پرستو منظور حکمان خواهد شد. مسئولین وزارت فرهنگ نیز ضمن افتتاح فستیوال آزمون از مضمون و محتوای نمایشنامه های نو و شکل و شیوه تهیه آنها اطلاع داده پرستو را میدان مهم سبقت ایجادی عنوان کردند. برگزاری این تدبیر در حال حاضر از هر وقت دیده مهمیت بیشتر کسب کرده است، زیرا همین شکل فرهنگ و ارزش‌های ملی از برخورد جهانی شوی حفظ خواهد شد. ابراز داشتن مسئولین از این آزمون ما امیدوی کلان داریم. برای چی؟ چون که اکثریت بستنافکه های در می تئاتر از طرف جوانان است. ما امید ما یگانه چیز است که همین تکه کنیم با می جوان ها آینده ما، آینده تاجیکستان ما، نسل های کهنه ایواز میکنند. این ما از این سر کرده تا آخری وای منتظر نمایش های تازه با تازه نو با نو می داریم از این جانب. سبقت امسال را هنرمندان تئاتر موسیقی مزکوی به نام عطا محمدجان و شهر باختر آغاز بخشیدند. آنها به این فستیوال نمایشنامه زول و رودابه را آوردند که روی آن سه ماه کار کردند. نتیجه تمرین و آمادگی های نزدیک به 100 روزه اکنون از حکمان فستیوال مذکور بهای خود را خواهد گرفت. نمایشنامه‌ای که از روی اثر بی‌زوال شاهنامه تهیه شده است با اشتراک بیش از 20 نفر هنرمند تئاتر روی صحنه نشان داده شد و تنها در انجام فستیوال 7 روزه معلوم خواهد شد که این نمایشنامه از لحاظ کسبی چی بها خواهد گرفت و تا چی اندازه انتخابی درست و موفقانه برای سبقت پرستو بود. شاهی با من تا